علیکم نازلی آیام، همه چون میدونید دیگه برج خلیفه وسط صحرای بیاب و علف امارات مثل میخ طویله زده بیرون. حتی الان دیگه امارات صحرا نیست، گلستانه. ولی نگاه کن، این برج رو نباید تو کشور مسلمان میساختن، چون نکه همجوریش ما کم مشکل داریم، این مشکل دیگه هم بهش اضافه شد. میپرسین چی؟ این برج انقدر بلنده که زمان و آب و هوا اون بالا اصلا فرق میکنه. سوال اینجاست که مردم که اون بالا هستن با چه پمپی آبو میچشونن بالا که طهارت کنن؟ ولو اما این مشکل مسلمان نیست. مشکل مسلمان ها اینه که انقدر بالا تا بخواد خورشید غروب کنه چند دقیقه نسبت به سطح زمین طول میکشه. خب اینجا یه اتفاق میفته که اگه پایین اذان بگن تا بالا باید چند دقیقه طرف صبر کنه بعد بره نماز رو شروع کنه. اصلا کلا دل و روده مشکلات شریف با این برج به هم پیچیده. مشکل بعدی دم افطاره. بله حالا فعلا که ما ماه رمضان اینجا نیست، ولی جالب بدونید عزیزانی که از طبقه 80 به بعد ساکن این برج هستن باید 2 دقیقه بیشتر از بقیه واسه افطار صبر کنن. اونی که از طبقه 150 به بعد ساکنه باید 3 دقیقه صبر کنه. جالب بدونید اون بالای برج خلیفه همیشه 6 درجه خنک‌تره و از اون جالب‌تر اینه که هیچ‌وقت اون بالای برج خلیفه ابری تشکیل نمیشه، همیشه تا زیر چیزش رفته تو ابر کمرش. بله ابر اونجا. حالا اینکه برج ثابته، من برام سوال شده اونایی که توی ایستگاه فضایی بخوان نماز بخونن قبلشون کدوم طرفی میشه؟ کسی میدونه؟ به ما هم بگین، ما هم یاد بگیریم. خداحافظ شما. به به سلام نازلی ایام، چطورین؟ این بار میخوام ببرمتون چین. نه سوسک و ملخ اینا، نه تکنولوژی رو میخوایم بررسی کنیم تو چین. بله چین چیزایی داره که هیچ کجای دنیا نداره، مثلا اتوبوس برقی. ولو با خودتون میگیم مگه چی داره اتوبوس برقی که مثلا فقط تو چینه؟ جالب بدونید 99% اتوبوس برقی های دنیا فقط تو چینن و بعضیشون حتی راننده هم ندارن. کشور چین از اونجایی که با آلودگی هوا خیلی سر کار داره از یه زمانی به بعد تصمیم گرفت حمل و نقل عمومی را بندازه و الان طبق آمار هر 5 دقیقه 9500 اتوبوس برقی توی کارخانجاتش تولید میشه و میده بیرون. واو مگه داریم؟ وقتی نزدیک 150 میلیون دستگاه خودرو سواری تو چین باشه دیگه این که کاری نداره. دومین تکنولوژی مزارع طبقاتیه. تو هنگ کنگ که جا واسه خوابیدن نیست، از بس جمعیت توش هست مزارع طبقاتی زدن که این ماجرا رو هندل کنن. بله اونجا زمین نیست که، همینجوری خشتک راه گرفتن برج ساختن، ملت تو قوطی کبیته 6 متری میخوابن. 2 دقیقه پاتو دراز کنه میره تو خونه همسایه، آدم از خودش هم نمیتونه صدا در بیاره. والله این هنگ کنگی دیدن جا کمه، یه مکان 2000 متر مربع گرفتن مزرعه درست کردن. چطوری؟ تو ردیف 10 طبقه سبزی کاشتن. اینجوری هر چیزی تولید میکنن میشه 10 برابر. با همین فرمول سالی 150 تن سبزی تولید میکنن که بیش از 100 سوپرمارکت تو جوابه. بعد اینا یه کار دیگه هم کردن، خورشید که ندارن نور بتابونه بهشون، برداشتن نورا رو هفت بیجاری قاطی زدن، اصلا یه قاطی کرده، هم رشد میکنه هم پهن میشه، برگاش یه گل میده، فرد جوونه میزنه. خلاص سرعت رو بردن بالا، اینجوریاست. بعد این ربات دکتره. بله مهد کودکای چینی صبح که بچه میخواد بره داخل مکان آموزشی اول تب و مب و حالتای بچه رو چک میکنن، اگه بفهمه بچه مریضه اختار میده، دیگه بچه رو میفرستن خونه تا بقیه رو مریض نکنه. حالا ما این نفر تو کلاسمون ردیف اول سمت چپ آبل مرغون میگرفت، تا آخرین نفر تو کلاس ردیف آخر سمت راست، حتی کلاس بغلی کل خانواده بچه فامیل همه رو آبل میگرفت. با همون وضعیت ما میرفتیم مدرسه، در صورتی که این ربات فقط 3 دقیقه زمان میبره که چک کنه. بعد سیستم عجیب تفکیک زباله شونه، اونجایی که 1,400,000,000 نفر جمعیت تو چین زندگی میکنه، تفکیک زباله اینا کار حضرت فیله. کی میاد دونه دونه جدا کنه دستمال توالت مثلا از ظروف پلاستیکی؟ واسه همین در شهرهای بزرگ اومده سیستم عجیب گذاشته. طرف میره ثبت نام میکنه، کد QR میگیره، بعد خونش زباله هاشو جدا میکنه. حالا چه به درد میخوره؟ به اندازه یا حجمی که زباله ریخته بهش امتیاز میدن، بعدن بهشون جایزه میدن. حالا پول صابون یه قالب مثلا صابون یا پلاستیک یا چیز دیگه خلاصه میدن. اگر هم اشتباهی یه زباله رو تو سطل اشتباه بندازه میزنن دهنمنشون رو صافکاری میکنن. اینجوری هست. آخرین تکنولوژی هم مربوط به پارکینگ های اتوماتیکه. از اونجایی که چین اندازه کل دنیا ماشین داره، جا پارک پیدا کردن اونجا مثل سواله شب اول قبر، آدم دارید میخواد کلن اصلا نری. ولی خب چینی ها همیشه راه پیدا میکنن. یه سری پارکینگ های هوشمند و اتومات هستن که شما میری ماشینتو میذاری توی محفظه از قبل مشخص شده، بعد پیاده میشی به صورت خودکار کامپیوتری یه جای خالی واسه ماشین پیدا میکنن و یه تیکه علب میاد میچسب زیر ماشین، ماشینتو میبره اونجا که مشخص کرده و قرارش میده. اینطوری چند تا مزیت داره. یکی اینکه تو وقت صرف جویی میشه، مصرف سوخت صرف جویی میشه، از فضای پارکینگ به صورت کامل استفاده میشه چون همه چی مثل صد دانه یاقوت دست به دست با نظم و ترتیب یک جا نشسته و از همه مهمتر دعوا نمیشه، یکی از پشتت بذاره یکی جلوت بذاره دعوا کنین، چرا گذاشتی پشتم مثلا اینا، درش بیار ماشین تو، اینجوری دیگه.
اینم 5 تا تکنولوژی که توی همه جای دنیا بودن، بعضیاش ولی مهدش چینه که تو این پارکینگ آخری ما خودمون تو پایتخت هم داریم. به این 5 تا خلاقیت چینی از 1 تا 10 چه نمره میدین؟ خداحافظ شما. سلام نازلیای عمو، جا داره یاد و خاطره شنیز و آبی عزیزم، نخست وزیر سابق بادرایت و پاک مردمی تکنولوژی پرور ژاپن و تسلیه درز کنم. باور کنه همین دیشب اومد تو خوابم، گفت من جام خوبه، فقط پشتم کم کبود شده. آخه شما نمیدونی زمانی که شنیز و آبی داشت حرف میزد، بنده خدا از پشت توش وارد کردم نونونه. به دیدار حق تعالی رفت. حالا بریم با ایشون یکم بیشتر آشنا بشیم. آقای آبه متولد 1954 و از 2006 تا 2007 و 2012 تا 2020 نخست وزیر بود. این بنده خدا تو خانواده سیاسی به دنیا آمد. پدر بزرگ آقای آبه هم به همین سرنوشت دچار شد که اسمشون نوبوسوکی کیشی بود، یا آقای با اسم تایسوک آراماکی. با 7-8 تا 10 تا ضربه چاقو گیش به دیار باقی شتابوندش. دوره این نخست وزیری آقای آبم که نصف شده به خاطر بیماری بود که بهبود یافت و خیلی زود اومدن جای همه رو گرفتن دوباره. ژاپن رو واقعا آقای آبه نگه داشت. یکیش در دوران سونامی ژاپن بود که واقعا کشورش رو از نابودی نجات داد و دوباره به چرخه تولید برگردون. فکر میکنید نفت دارن؟ نه، ولی تا دلتون بخواد تکنولوژی به درد بخور دارن. تو جامعه بین المللی شون رو با اسم مستعار آبنومیک میشناسن، چون سیاست های درست اقتصادی داره، محرک مالی، اصلاحات ساختاری درست. لقب همون پدر بزرگ مرحومش هم پادشاه اقتصادی بود. شنیزو بابا شتای مدت قبل از ورود به سیاست توی مرکز خرید کار میکردن. بله، آقای آبه کارشناس سیاست مالیاتی داشت که بیاد مالیات مصرف کننده رو کاهش بده و هزینه رو کم کنه تا تعادل بودجه رو به دست بیاره. اون چین شطوری بین چین و ژاپن رو تقریبا از بین بردیشون. خیلی از تکنولوژی هایی که الان توی چینه مدیون ژاپنیان. آقای آبه یه اتحاد بین ژاپن و آمریکا زد که تا الان هم ما داریم اثراتش رو توی هر دو کشور میبینیم. این اون و اون اینو نه ژاپن نگفتن، نمیگم حمایت کردن از هم. حتی آقای آبه یه بار واسه اینکه ایران و آمریکا رو آشتی بده اومد و حامل پیام بود که به نتیجه هم نرسید. بنده خدا کار خیر میکرد، زن و شوهر رو به هم معرفی میکرد، واصل میشد، راوی میشد. یه بارم همین ترامپ مادر مرده انقدر دست این بنده خدا فشار دور که صدای استخونش رو خبرنگارا شنیدن. ولی این آقای آبه کلی به کشورش خدمت کرد، کلی هم محبوبیت داشت و در آخر خودش کنارگیری کرد، کسی نگفت برو. مثل اینکه این بنده خدا در نوجوانی بیماری عجیب غریبی هم داشته که التهابات روده رو در پی داره، درمان هم نشد، دیگه کنارگیری کرد. دومش هم این بود که وزیر سابق دادگستریش تا میتونست خیانت کرد. این بنده خدا رفت از مردم بابت انتخاب ایشون عذرخواست، بعدش هم از غم و غصه این ماجرا روده‌اش بیشتر التهاب کرد و همش تو توالت بود، اصلا نمی‌رسید بره. خدایش بیامرزد، آخرش هم اینجوری رفتیم. به نظرتون نخست وزیر ژاپن رئیس جمهور کشور ما میشد چه اتفاقی میافتاد؟ شما رو با این خیال خوش تنها میگذارم و خداحافظ شما.